دیماه 1304. برادر و رفیق عزیزم، از خواندن این مکتوب دوباره ایام گذشته را به یاد می آورم. شهر آمل مثل قشنگ ترین دخترها در نظرم جلوه می کند. حقیقتاً چقدر قشنگ است وقتی شخص روی پل 12 پله بایستد و هنگام غروب چراغ‌های خانه‌ها را که یکایک روشن می‌شود تماشا کند. از زیر پا طغیان هراز و از طرف دیگر آخرین سرخی کمرنگ آفتاب غروب را روی جنگل‌ها در مد نظر قرار بدهد. شما این را دوست ندارید؟ برای اینکه زیاد در یک جا مانده اید و از این گذشته وضع معیشت به دلخواه نیست. ولی من هرگز چند روز اقامت 4 سال قبل را در این شهر فراموش نمی کنم. هر وقت از مهمان نوازی دختر عموی محترم خودم یادم می آید، حسرت می برم. مثل این است که هنوز برادرم را در بین راه آمل و محمود آباد جلوی چشم می بینم. گل یاس و تمشک، فرح صبح و تراوت جنگل، می‌خواهد مرا بیهوش کند. او هنوز سوار بر اسبش است و به من اصرار می‌کند دوباره به آمل برگردم. برادر عزیز و مهربانم، این طور یادگارهای گذشته در قلب من زنده و برازنده‌اند. من هرگز خودم را برای دوستی و صمیمیت محتاج به خوراکی، پرتقال و نارنگی نمی‌بینم. هرچند خیلی اکول و شکم پرست هستم، ولی این اظهار محبت را یک التفات فوق‌العاده می دانم. مخصوصاً بستگان فامیل باید به قدر امکان با هم اظهار یک رنگی داشته باشند. من هرگز کار بزرگی نکردم. هرچند در صنعت و فن خودم بر دیگران امتیاز دارم، ولی خیلی پیش فامیل خجالت زده هستم. برای اینکه ترقی روحانی این برادر مخلص مهجور را از سایر ترقیات ظاهری بازداشته است، روزگارم را مثل ستاره در زیر ابر می گذرانم. از حال اخوی خواسته بودید. حالیه در محل خودش مقیم است. نویسنده سیاسی و روزنامه نگار است. ابوی هم اخیراً از تفلیس به ایران آمدند. روزگار می گذرد، ولی نه آنطور که دلخواه ما باشد. یک قطعه عکس از خانم دخترمو انداختم که ضمیمه این پاکت است. بچه ها را یک یک از قول برادر مهجورشان احوال پرسی و روبوسی کنید. خانم های محترم، زنمو و دخترمو را که حس می کنم همه وقت با من مهربان بودند، سلام مخلصانه می فرستم. برادر مخلص و خدمتکار همه شما، نیما یوشیج. بیست سرطان 1304، تهران. به ناکتا و مادر مهجورم. گرما به قدری شدت پیدا کرده که تمام این سالها میگویند مانند نداشته. چیز نادر در این شهر بعد از نجابت و درس همین گرمی زیاد از حد هوا است. اگر از تشنگی و بیابی نسوزیم، تابستان ما را میسوزاند. در این مدت فقط یک مکتوب از تفلیس رسیده است که با این کاغذ آن را خواهید خواند. چیز قابل توجه این است که پدر اینقدر بدون جهت نسبت به اولادش فراموشکار بوده است، گرجستان از نوع او را جوان، عیاش و لاابالی کرده است. چیز غریبی نیست. قرابت همیشه در نظر ما است. الحمدلله شما هم با آب و هوای ولایت خوب لاابالی شده اید. من کتاب را به هم می‌بندم، شما کف دست هاتان را. همه من آزاد، همه من تنبل. در این مدت یک کاغذ هم ننوشته اید. مهری هم مثل شماست، برای شما چیزی نخواهد نوشت. هفته یک بار پیش من می آید و ساعه هم اینجاست.
سلام میرساند. چند شب قبل خانم تاج الملوک به تماشای سینما رفته بود. تماشایی تر برای من این است که زن در زیر حجاب به تماشا برود. اغلن شما در کوهستان آسوده و آزادترید. نعمت را غنیمت بشمارید. ولی ناکدای بی محبت در مجالس تعزیه خیلی محافظ خودت و خدمتکارت باش. نیما. چهار خرداد 1305 تهران. والی مهربان و محترم آقای نظام الدوله، خبر می رسد والی سه روز در رشت برای پدرم مجلس ترحیمی ترتیب داده بوده است. شاعر نمی داند این همدردی و صمیمیت را چه وقت و با کدام زبان تلافی کند. کدام زبان؟ شعر؟ موسیقی و هر کدام از اشکال و وسایل خاصه عاجزند از اینکه کاملا مکنونات ضمیر انسان را فاش کنند. به این جهت این کاغذ نخواهد توانست صدایی باشد که در مقابل آن صدای دوستانه که اینقدر با همدردی ادا شده است قابل توجه واقع شود. قابل توجه فقط قلبی است که نمیتواند در فشار مصائب خود را بشناساند، ولی به خوبی احساس می کند مرهون یگانگی آن وجودی است که مثل پدر از فرزندش دلجویی می نماید. پس در اینجا کاغذم را تمام می کنم و از بیفاید ماندن تضرع در مقابل تقدیر حرف نمی زنم. نیما. هشت خرداد 1305 به مرند. عیب در این است کسی را که از راه دور به دوستی اختیار کرده ای کمتر برای دوستانش چیز می نویسد. اهمال در کار اغلب همه جا در من وجود دارد و بالاخص در آنچه مربوط به ارتباط من با دیگران باشد. ولی این مسئله نمی تواند برای شاعری که قلبش از جنس دیگر آفریده شده است داله بر بی محبتی باشد. بعضی اوقات نسبت به چیزهایی که دوستی می ورزیم بی قید می شویم. و این برای این است که ذهن مجری بل اجبار هر نوع وظیفه است و چون هر وظیفه را یک اقتدار مطلق طبیعی ایجاد می کند، حس می کنیم نسبت به خیلی چیزها بی قید هستیم. مخصوصاً وقتی که این اقتدار از بعضی مصائب ناگهانی ناشی شده باشد. محاذا کسی را که از مرند به تهران برای دوست شدن کاغذ می نویسد، به این زودی فراموش نخواهم کرد. آن هم وقتی که جوان باشد. زیرا شخص در این سن قابل دوستی است. جوان می تواند همه چیز خود را جوان کند. مشروط بر اینکه سعی داشته باشد همه کس و همه چیز را جوان ببیند. این نوبینایی سنگر زندگانی اوست که او را در همه احوال
حفظ می کند. اگر این طور باشی، دوستی را می توانی با من دائمی نگاه بداری. یعنی هر قدر این سنگر مستحکم تر شود، فکر آشفته و طغیان شاعر که سیلاب‌های مدید و مهیب حوادث را از سر گذرانده است، بیشتر با تو یگانگی خواهد داشت. سایر خصائص و شرایط در درجه دوم اهمیت واقع هستند. نیما. ده مرداد 1305. ناکتای عزیزم، میخواهی بدانی چه میکنم؟ سدی که در مقابل عشقها کشیده شده بود دوباره شکست. نمیدانم این سیل مرا به کجا بغلطاند. عالیه از این غلطیدن منعم میکند، ولی در این گونه مواقع کسی می تواند بر طبیعت استیلا داشته باشد؟ من ابرم. کار ابر باریدن است. خنده ها بالعموم به منزله برق هایی هستند که در عقبه آنها باید مهیای گریه بود. زندگانی و به عباره آخری سعادتمندی ما فقط در موقعی است که به غفلت و تجاهل به سر می بریم. فکر نمی کنیم چطور باید بگذرانیم و به جای فکر کردن وقت را می گذرانیم. فکر هزاران مشکل عجیب پیش چشم ما می گذارد که عمل از رفع آن مشکلات عاجز است. ولی در صورت اجرای عمل ممکن است آن مشکلات پیش آمد نکند. زندگی اجرای وظیفه طبیعی سنگینی است که بدون زیاد دقیق بودن در عواقب آن، باید متحمل آن شد. سنگینی های آن را فقط به این وسیله می توان تخفیف داد. خوبی ها و بدی ها دو نتیجه متضاد هستند که از این بیغیدی به عرصه ظهور می رسند. عالیه بیش از من بیغید است، ولی بیغیدی زیاد به خود بستن هم یک نوع تقید است. ناکتا، خودت را به تصادف واگذار کن، بلا باز هم مریض می شوی. مثل لادبون سالم باش. پریروز یک کاغذ از قفقاز به من رسید. نگارنده آن تا کنون با من مکاتبه نداشته است. به طوری که می نویسد، لادبون در مسکو در آکادمی دیپلماتیک کار می کند. تقاضا کرده است آن نگارنده از حال پدر و مادر و سایر بستگانش جویا شود، زیرا خودش به واسطه یک کثرت مشغله فرصت مکاتبه را ندارد. یک قطع عکسش را برای من و خواهر کوچکش سوغات فرستاده است. ناکتا، من برای او چه سوغات خواهم فرستاد؟ یک خبر مدهش. به جای من در چمن تالیو وقتی که آفتاب غروب می کند گریه کن. آفتاب من هم از آنجا غروب کرده است، ولی یک غروب ابدی. نیما. یازده مرداد 1305. مادر محزون، سلام به تو. به تو ای مادر مهجور که برای اینکه خراشی به دست فرزندت نرسد هر دقیقه اندامت می لرزید. به تو که تمام نگاهت به من بود، از حرف زدن و راه رفتن من خوشحال می شدی. امیدهایت مثل گردن بند به گردن من بسته شده بود. به تو که به انواع زحمات پسرت را بزرگ کردی. ولی مادر محزون، چرا مرا به وجود آوردی؟ چه فایده دارد بالا بردن بنایی که از فرط بالا رفتن سرنگون می شود؟ ابتدا برای یک فکر مبهم بیقید شدن، بعد از آن خود را و یک وجود ناجور را که زیاد از حد درد می کشد به زحمت انداختن،
برای چه مقصودی است؟ ببین کوه‌ها را چقدر آسوده ایستادند، ابرها را که چطور بدون دنبال ناپدید می شوند. هیچ موجودی مثل انسان بدبختی را به انواع مسائل برای خودش تهیه نمی کند. خلاصی از چه راهی است؟ باید به ناکتان نصیحت کرد قدری به آتیش فکر کند. به صحرا برود ولی از رفتن به مجالس شمر و یزید اجتناب داشته باشد. زندگی که می شود آن را به جنایات متصل به هم تعبیر کرد به خودی خود تعزیه ایست که به آن عادت کرده ایم. تعزیه دیگری که بر آن علاوه می شود وقتی که نمی تواند وسیله‌ای برای درمان دردهای ما باشد. چه فایده ای دارد؟ اگر می خواهی ناکدای تو ناخوش نشود، او نباید به کار بیفایده بپردازد. مادر محزون، مصائب دوره ی حیات شیرهای گرسنه‌اند. نباید به چشمهای گریان بچه متصل آن شیرها را نشان داد. فرزند مهجور تو، نیما. یازده مرداد 1305. بهجت کوچولو، رودخانه در شبهای تاریک چه حالی دارد؟ گلهای زرد کوچکی که روی ساحل باز می شوند مثل این که می خواهند از پستانهای رودخانه شیر بخورند شبیه به چه چیز هستند؟ برای تو یک کلاه از گل درست می کنم که هرچه پروانه هست دوران کلاه جمع بشوند. برای تو پیراهنی به دست می آورم که در مهتاب مهتابی رنگ و در آفتاب به رنگ آفتاب باشد. این چه رنگ پیراهنی است؟ اگر گفتی این وعده ها که می دهم مثل این دنیا راست است یا مثل بهشت دروغ، برای تو از آن اسباب بازی ها می خرم که دلت بخواهد. به شرط این که فکر کنی ببینی چه سوغاتی خوبی می توانی از کنار رودخانه ها برای من بیاوری. نیما. آبان 1305. ناکتای فراموشکار، میدانم دیگر مرا دوست نداری. اگر اظهار محبت کنم به حرفهای من میخندی. به این جهت چیزی نمی نویسم. از تو نه سوغات میخواهم، نمیخواهم تماشای خزان قشنگ کوهستان را بگذاری و به من بپردازی. من مدت ها از تنها و بیکس زندگی میکنم. انزوا و نفرت از مردم خوب در من اثراتش را بخشیده است. خیلی از بین رفتم. تنها هستم. صبحها وقتی که کارخانه کوچک شهر سوت آفتاب را می کشد، این در باز می شود. محلی که از لای چند درخت تبریزی و کاج به چشم می آید، کوچه کنار افتاده خلوتی است که یک طرفش زمین های بایر است و طرف دیگرش دیوار باغ طویلی کشیده شده است. چند سال قبل همه در این کوچه منزل داشتیم. یادگارهای کهنه. در نبش این دیوار یک در بزرگ قرمز کار گذاشتند. هر وقت یک نفر بیکس از روبروی آن به حال تردید و فکر می گذرد و در زمین چشمهایش جستجو می کند تا شاید چیزی را پیدا نماید، من با حالت زار این مرد به حرف می آیم. هر دو بی کس و سرگردانیم. هر دو فکر می کنیم و از فکرمان نتیجه نمی گیریم. اگر بقای زندگی مربوط به نتایج مستحسنه متعاقب به هم باشد، زندگی من بالعکس عبارت از مقدماتی است که خیلی به ندرت به نتیجه می رسد. دیروز عکس فانتن سرگردان را در کتاب میرزابل دیدم.
خیلی حالت او را با خودم از یک حیث جور مشاهده کردم. دلم می‌خواست از این بدتر مبتلا بشوم. فکرم پریشان بشود. ببین سرسختی به چه حد است. هر تصمیمی را بگیرم، مثلا کتاب‌هایم را به مطبعه بدهم یا از این خاک بگریزم. این دیوار را بشکنم، یخم را پاره کنم، فریاد بزنم تا دیوانگیم را ثابت‌تر کنم. تصمیم من مثل تصمیم آن پرنده پروبال شکسته است که از ترس دشمن تصمیم می‌گیرد به مکان دوری پرواز کند. پس در هر حال پر می‌زند، ولی از بالای صخره‌ها پایین می‌افتد و پروبالش بیشتر مجروح می‌شود. در ته این دره مخوف چه به جانش می‌افتد؟ در جریان سریع یک رودخانه طغیانی چقدر بد است پروبال شکسته بودن. دور زندگی مطابق قانون طبیعت این است که همین که انسان افتاد می افتد و بالعکس، همین که بلند شد بلند می شود. صدماتی که بیشتر دامنگیر مردمان افتاده و بدبخت می شود از این جهت است که اجزای طبیعت که علل پیشرفت هر جزوان اجزا است، مثل چرخهای یک ماشین معین به هم مربوط است. همین که یک چرخ کوچک خراب شد، خیلی تعطیلی ها رخ می دهد. نمی دانم عاقبت کارم چه می شود. خداحافظ. برادرت نیما.